به نام خدا، سلام. خب تو این قسمت میخوایم با همدیگه راجع به یه بحث خیلی، حالا میشه گفت چالشی و کاربردی، توی حداقل میشه گفت حتی تو کل سرچ انجین، ولی خب فعلا توی واحد خزشگر با هم صحبت کنیم. و اینم داستان ذخیره سازی در واقع خزشگره، یا بهش بگیم کراولر استوریج. ببینید، داستان ذخیره سازی در سرچ انجین معمولا یه داستان خیلی جدیه. چرا؟ چون شما در سرچ انجین با مفهومی به نام بیگ دیتا سر و کار دارید. حالا بیگ دیتا طبق تعریف سنتی، اگر احتمالا شنیدید، با سه تا وی در واقع تعریف میشه: والیوم، ولاسیتی و وریتی. حالا هر کدوم چی هن، یه توضیح کوچیکی بهتون میدم که بدونید که فقط بیگ دیتا حجم نیست. ببینید، به صورت سنتی و به صورت خیلی چیزی که به ذهن میرسه تا بهتون میگم بیگ دیتا داده های حجیم یا کلان داده، اینا رو فارسیش هم مثلا فعلا میگم بگید کلان داده، که به نظر مثلا چیز خوبی نیست، چون بیگ به معنی کلان که نیست. حجم هم از اون ور مسیو میشه. مسیو حالا شاید بیشتر ترجمه حجیم باشه تا میکنه. حالا کاری من بیگ دیتا، همیشه ما فکر میکنیم که، تا به اون میگم بیگ دیتا، فکر میکنیم حجم انبوهی، یعنی حجم خیلی زیادی، پتابایت ها و ترابایت ها داده که دست ما باشه، میگیم بیگ دیتا داریم. در حالی که فقط اینجوری نیست، یعنی صرف فقط اینکه یک داده حجم بالا داشته باشه بیگ دیتا محسوب نمیشه. دو حالت دیگه هم داریم که ما بیگ دیتا رو تشکیل میده. یکی ولاسیتیه، یعنی داده ها با سرعت خیلی زیادی به ما برسن و ما میگیم بیگ دیتا داریم. و یکی دیگه هم وریتیه، تنوع بسیار زیادی در داده ها برقرار باشه. که من دیگه خیلی نمیخوام راجعش توضیح بدم، ولی خب توی سرچ انجین میشه گفت هر ستاش وجود داره، ولی بیشتر اون چیزی که بولد میشه، اون چیزی که تو چشم میزنه، والیومه. خب ببخشید، حالا که میدونیم والیوم در سرچ انجین، والیوم زیادی از داده ها داریم، طبق اون چیزهایی که ما تا حالا خوندیم، به نظر شما ما در چه زمینه هایی توی خزشگر نیاز به ذخیره سازی داریم؟ اگر یه دور مرور کنید با هم دیگه اون چیزهایی که تا حالا بررسی کردیم، به نظر من در سه قسمت ما نیاز به ذخیره سازی داریم. اولیش حالا میشه گفت لینک تیبل هستش. حالا اگه اسمشو بتونیم بذاریم لینک تیبل، یادتونه بهتون گفتم ما یک جدولی حتما داریم از URL ها و وضعیتشون، که این URL رو کی گرفتیم، مثلا گرفته شده چند بار گرفتیم، آخرین باری که بهش سر زدیم چجوری بوده، دامنش چیه ببخشید، و چیزایی مثل این. حالا ممکنه به این لینک دیتابیس هم ما بگیم. پس یه بحث یک جدولی میخواییم از این که URL هامو توش بریزیم و اطلاعات مربوط به خزش هر کدوم رو نگهداری کنیم. دومین چیزی که نیاز به دومین چیزی که نیاز به ذخیره سازی داره در خزشگر، وب گراف هستش. خب خزشگر برای اینکه درست کار کنه، اگه یادتون باشه، نیاز داره که یک گراف از وبی که تا حالا کشف کرده رو بتونه ذخیره سازی کنه. راجع به وب گراف هم با هم خیلی صحبت کردیم، حالا الان راجع به ذخیره سازی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. و سومین چیزی هم که وجود داره داک استور هست، سنتی بهش میگن داک استور یا داکیومنت استور. ما در سرچ انجین نیاز داریم که وقتی یک صفحه رو خزش کردیم، حداقل متن اون صفحه رو یک جایی ذخیره سازی کنیم. ممکنه بگید برای چی متنش رو میخوای چیکار؟ خب یکی از جاهایی که متن یک صفحه مورد نیازه، اصطلاحاً برای اسنیپت جنریشن. اسنیپت چیه؟ ببین، مثلا من توی گوگل سرچ میکنم لینوکس، به این قسمت ها میگن اسنیپت. میبینید مثلا اگر شما سرچ کنید لینوکس، میگه آقا بولدم کرده لینوکس بیس سیستم ایز مودولار یونیکس لایک فلان اپراتینگ سیستم. به این توضیحاتی که زیر هر نتیجه برای ما گوگل میرسه، به اینا میگن اسنیپت. خب اینا از همون متن اون سند جنریت میشن، استراحن تولید میشن، به ازای هر سرچ هم فرق داره. یعنی من لینوکس سرچ کردم تو لینوکس.org، مثلا من لینوکس رو بولد کرده،
مثلا اینو بکنم لینوکس فوروم، احتمالا مثلا دوباره لینوکس اورجی رو میاره ولی برند لینوکس فوروم شد، یعنی اسنیپتاش ممکنه فرق کنه. پس ما حداقل متن رو میخوایم که بدونیم اسنیپت جنریت کنیم و خیلی چیزای دیگه هم کاربرد خواهد داشت. متن داشتن متن صفحه کمک های شایانی میکنه، مثل ذخیره کردن هیستوری و یا حتی دوپلیکیشن دیتکشن و خیلی چیزای دیگه. حالا فعلا در این حد بدونیم که ما متن یک، حداقل متن یک سند رو میخوایم. حالا علاوه بر متن سند، ما چیزهای دیگه هم ممکنه از اون سند بیایم ذخیره بکنیم، مثلا مثل عنوانش، مثل کلمات کلیدیش و چیزهای دیگه. پس ما تو این سه تا بازه نیاز داریم به یک جورایی نگهداری داده. اگه به ترتیب حجم هم بخوایم بررسی کنیم، هر چقدر پایین تر بیایم حجم یه جورایی میشه گفت گنده تر میشه. یعنی وب گراف، یعنی از همه گنده تر داک استور بیشتر حجم میخواد، بعد وب گراف و بعد اون لینک تیبلی که میخوایم. حالا من کجا ببرم اینا رو نگهداری کنم؟ چیکارشون کنم؟ اگرم توجه کنید حداقل در زمینه لینک تیبل و داک استور من نیاز به لوکاپ دارم، یعنی بعدا میخوام احتمالاً بگن خب فلان چیزو داکیومنت، فلان داکیومنت رو متنشو بهم بده. یعنی یه سری گت دارم، یعنی لوکاپ های اصطلاحا میگن پوینت لوکاپ به نوع دیتابیس، من یه سری پوینت لوکاپ هم دارم. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه میگه خب دیتابیس استفاده میکنیم دیگه، و معروف ترین دیتابیس هایی که ما بلدیم چیان؟ RDBMS ها هستن، پایگاه داده های رابطه ای. خب پایگاه داده رابطه ای مزایای خیلی جدی برای ما دارن. اولا خیلی شناخته شدن، کار باهاشون خیلی ساده است و خیلی موارد دیگه ای که واقعا یک بحث جذاب میکنه اونها رو برای نگهداری داده. ولی یه مشکلی برای ما پیش میاد. پایگاه داده های رابطه ای اصولا برای کلان داده اصلا چیز مناسبی نیستن. میدونید چرا؟ چون اولا اینها برای در واقع اگزیکیوت کردن بارهای کاری OLTP طراحی شدن، بهشون میگن Online Transaction Processing. بذارید براتون بنویسم. یعنی چی؟ اینا میخوان تراکنش پردازی کنن. خب ما تو سرچ انجین خیلی دنبال تراکنش نیستیم که. اگه دوشه بیشتر دنبال لوکاپ های پوینتی، یعنی لوکاپ های خیلی مقطعی، یه کلید بدیم یه ولیوی رو بگیریم. اصطلاحا ما تو سرچ انجین بیشتر دنبال کی ولیو استور هستیم. حالا اینا هم اگر توی بحث دیتابیس ها احتمالا به گوشتون خورده. و استفاده از پایگاه داده رابطه ای انگار خیلی یه چیز خیلی قوی برای کاربرد ساده تر داریم. از طرف دیگه پایگاه داده های رابطه ای معمولا بر روی یک ماشین نصب میشن و مشکل عدم مقیاس پذیری دارن. به این معنی که من اگر یک جدولی داشته باشم و این جدول هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه، چون دیتابیس ها معمولا از بی تری برای ایندکس کردن استفاده میکنن، این ایندکس پرایمری و سکندری هاشون، حالا ممکن چند ایندکس تعریف کرده باشید، یواش یواش شروع میکنه به کند شدن و مخصوصا وقتی دیتابیس آپدیت زیاد روش انجام بشه، این رکورد ها اصطلاحا جابجا میشن، از حالت کلاسترد بودن در میان. حالا تو دیتابیس بحثی ما داریم به نام کلاسترد ایندکس که حالا امیدوارم توی درس های دیتابیس باشون آشنایی داشته باشید، که سعی میکنه داده هایی که پرایمری کی مشترک، یعنی نزدیک هم دارن، رو کنار هم نگه داره. و کلا دیتابیس داغون میشه توی حجم گنده داده. یک پایگاه داده رابطه یک کلاسیک مثل MySQL یا پوستگرس یا اوراکل یا نمیدونم مایکروسافت سیکول سرور، اینا یواش یواش پرفورمنسشون شدیداً میاد پایین. و مخصوصا اگر ترابایت ها یا پتابایت ها داده شما تو اون دیتابیس بریزید، اگرم بتونه بزنه که حالا خیلیشون میتونن بزنن، یواش یواش دیگه نرخ کار شما مثلا میرسه بعد در حد 100 تا پر سکند و حتی چند ده تا پر سکند تراکنش، چون چیزی تو حافظه دیگه جا نمیشه، حتی ایندکس های اون دیتابیس. خب پس این دیتابیس های پایگاه داده رابطه ای ما مشکل مقیاس پذیر داریم، هم از نظر سرعت هم از نظر حجم. بعضی جاها ممکنه حجم ما اینقدر زیاد بشه که روی سرور جا نشه، مثلا داک استور ما احتمالاً بریم 10 20 میلیارد داکیومنت بگیریم، مثلا روی سرور نمیشه جمعش کرد. چیکار کنیم؟
دو تا راهکار مطرح شده توی این زمینه برای اینکه دیدیم دیتابیس های رابطه پاسخگوی ما نیستن، که هر دو تا راهکار راهکار جذابی و واقعا هم داره استفاده میشه. یکیش اینه که ما بیایم از نو اس کیو ال ها استفاده کنیم که سردمدار نو اس کیو ال ها یک پایگاه داده بوده به نام بیگ تیبل که توسط گوگل برای نگهداری همین داده های سرچ انجینش استفاده میشد. حالا راجعش صحبت میکنیم. و یکی هم استفاده از یک سری تکنیک به نام شاردینگ در دیتابیس. شاردینگ یعنی چی؟ ببینید شاردینگ، ما توسط شاردینگ میخوایم دیتابیس رابطه ای که داریم روی چند تا ماشین بشکنیم. یعنی ببینید مثلا فرض کنید من یک دیتابیس رابطه ای دارم، اول شاردینگ رو توضیح بدم بعد برم سراغ نو اس کیو ال، چون نو اس کیو ال خیلی مفصل دارم. فرض کنید مثلا شما کلیدتون کد ملیه، خب، و روی دیتابیس واحد دارید کار میکنید، پس پرایمری کی تو اینجا یه اینتیجر دیگه، یه کد ملیه. یه راه برای اینکه من این دیتابیس رو بشکنم روی چند تا ماشین اینه که بیام بر اساس کد ملی دیتابیس هامو بشکنم. مثلا بگم اگر زوج بود، یعنی میگم این کد ملیه، این مثلا کد ملی آیدی که دارم میاد، اگر زوج بود، یعنی حالا اول فرد بود، اگه فرد بود بیا تو دیتابیس یک، و اگر زوج بود بیا تو دیتابیس دو. به همین سادگی. ببینید من تونستم شارد کنم، به این عمل میگیم شارد، یعنی تیکه کردن تیبل. من یک جدول داشتم که میدونستم روی یک ماشین اذیت میشم، اومدم با استفاده از زوج و فرد کردن مثلا آیدیم روی دوتا دیتابیس شکوندمش، روی دوتا دیتاب سرور. یعنی الان میتونه روی یه ماشین باشه، فیزیکال ماشین باشه، یا روی فیزیکال ماشین دیگه باشه، دوتا ماشین فیزیکی مجزا، و میتونم همینجوری خودم رو اسکیل کنم اصطلاحا. آیا شارت کردن به همین سادگی رو انجام میشه؟ خب واقعا به همین سادگی نیست. بحثای بسیار جدی پیش میاد، مثل فالت تولرانس یا تحمل خطا. که حالا اومدیم و شما این شاردینگ رو انجام دادید، این ماشین اگه ترکید چی کار باید بکنیم، کلی داستان داریم که کار رو سخت میکنه. ولی یه خبر خوب اینه که ما برای شارد کردن دیتابیس ها یه سری راهکار همین الان درست شده. برای مثال ویتس که حالا دیتابیس در واقع خود گوگل هست که بر روی MySQL اومدن کار کردن، یوتیوب از ویتس استفاده میکنه برای اسکیل کردن MySQL هاش. یعنی مثلا MySQL روی مثلا ممکن چند صد ماشین نصب کرده، و همین الان این رو بدونید که یوتیوبی که شما دارید نگاه میکنید با استفاده از ویتس داره سرویس میده به کار براش. بذارید من بنویسم اینا رو. پس برای شاردینگ چند تا گزینه مطرح هست اوپن سورس که میشه ازش استفاده کرد. معروف ترینش ویتس هست، مال گوگله. یه سلوشن دیگه ای که حالا خودتون میتونید بخونید دیگه، حالا ویتس چیه، چه جوری کار میکنه، من خیلی نمیخوام برم واردش بشم که اذیت بشه، چون واسه خودش واقعا یه داستان و یه درسیه مستقلی هست این شارت کردن. درس نه، ولی واقعا بر در حد چند لکچر میشه راجبش صحبت کرد. یه سری انجینای اومدن سعی کردن پوستگرس رو در واقع کلاستر کنن، دیستریبیوت کنن، از تکنیک همون شاردینگ اون پایین استفاده میکنن، مثل سیتوس که حالا من این ور براتون نوشتم، و کاکروچ هم هست. کاکروچ بکنم چه سوش خاکی، این هم بذارید براتون بنویسم کاکروچ دیبی. من با هر ستا اینا کار کردم. اگر بخوام بگم کدوم سر راستره، به نظرم کاکروچ از بقیه سر راستر راحت تر میشه از استفاده و نصبش کرد. واقعا میگم خیلی راحت تره. ولی اگر بخواید بگید کدوم انترپرایز تره، من بهتون میگم ویتس. باز نمیشه احتمالا تحریمی. ویتس از همه شون میشه گفت
راکسالی تر، سرپاتر و یه چیزی که توی پروداکشن داره استفاده میشه. گیتابش هم برید ببینید که کلی اصلا استار رو نمیدونم فورک و اینا داره، ببینید 13 کی استار داره. این یه پروژه بسیار جدی، از همشون جدیتر میشه گفت ویتسه که داره استفاده هم میشه. به بلوغ نسبتا خوبی هم ویتس رسیده و توی فکر کنم کلاود نیتیو فاندیشن هم الان وارد شده. ولی خب این چند تا رو من براتون مطرح کردم که شاردینگ رو براتون به صورت ترانسپرنت انجام بدن. اگر دستی خودتون بخواید شارد کنید، بازم دستمون بسته نیست، یک چیزی داریم به نام پراکسی SQL برای بازم MySQL و MariaDB، خیلی من دوست دارم. این یه جورایی میشه گفت SQL router هست، یه چیز مثل انجوری که جلوی MariaDB و MySQL میتونید قرارش بدید و دستی میتونید بگید اگه کلیدین بود بره رو کدوم DB و بلده با پروتکل MySQL هم صحبت کنه. حالا نمیخوام خیلی اینجا دیگه بازم واردش بشم عادتتون کنم، چون یه ذره بحث‌های فنی و صنعتی میشه، ولی خب از این هم شما میتونید استفاده کنید که در واقع دیتابیس RDBMS رو بیاید توضیح کنید. حالا این راجب RDBMS ها بود و فکر کنم خیلی وقتمون رو گذاشتیم سر این بحث. آره، به نظرم به جای خوبی رسیدیم. ما الان راجع به ذخیره سازی روی RDBMS و نحوه اسکیل کردنش با هم داره صحبت کردیم، راجع به شاردینگ صحبت کردیم. اجازه بدید نو اس کیو ال و اینکه چجوری از نو اس کیو ال میتونیم استفاده کنیم و بیگ تیبل اصلا ذاتن چجوریه رو با هم توی ویدئوی بعدی ببینیم. پس یه جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم، توی خزشگر ما برای ذخیره سازی حداقل توی سه قسمت نیاز به ذخیره سازی داریم: برای نگهداری جدول لینک هامون، برای وب گراف همون، برای داک استورمون. و من خدمتتون عرض کردم که یه دیتابیس RDBMS ساده روی ماشین جواب کار رو نمیده، حداقل از نظر حجم و سرعت قطعا مناسب نیست. نیاز داریم از دیتابیس هایی استفاده کنیم که اصطلاحا توضیح بتونیم بکنیم چون روی چند تا ماشین. گفتیم دو تا راهکار خیلی عمده داریم، یکی استفاده از نو اس کیو ال و یکی استفاده از شاردینگ برای شارد کردن دیتابیس های رابطه ای. این شاردینگ رو خیلی ها نمیدونن و راجبش میتونید ببینید و راجبش تحقیق هم بکنید، ولی روشی که واقعا داره استفاده میشه. و یکی هم استفاده از پایگاه های غیر رابطه ای، یا بگیم نو اس کیو ال، که حالا با هم توی قسمت بعدی ان شاء الله مفصل راجبش صحبت می‌کنیم. پس من فعلا باهاتون خداحافظی می‌کنم تا قسمت بعدی که راجب نو اس کیو ال، ذخیره سازی تو نو اس کیو ال با هم صحبت. فعلا خدا نگهدار.